خوش بود ببین کمی امنیتی اون کاش میانی هر دفعه این داگروه رو های هر چه سرکت رئیسی ما رو سرکت مشته بوده فقط بی رئیسی هایی چیز هم مشته که هست هم همه داخل اداره امور میبین مرکز رسانه رو نمیشناسن عادتا اگر چقدر دیر شده چند سال است که به نام خداوند بخشاینده مهربان در نخست به اجازه جلال مآب رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف خانم حسنیه صافی وزیر صاحب امور زنان خانم زبوشمای وردک معین صاحب مسلکی وزارت امور زنان دکتر صاحب سردار محمد رحیمی معین صاحب سواد آموزی وزارت معارف و خانم آنابا پایاب مشاور ارشد محترم بانوی نخست کشور و سایر همکاران خانم آقای خالقی و رؤسای محترم موین سواد آموزی و اهل رسانه شما را خوش آمدید میگیم به محفل و کنفرانس مطبوعاتی پیرامون ارائه گزارش ها و دستاوردهای موین سواد آموزی و امضای میکانیزم عملیاتی تفاهم نامه وزارت زنان و وزارت معارف. در نخست یک مقدمتاً یک معلومات کوتاه در مورد خود ارائه گزارش که چطور ای به اساس چی گزارش ارائه شده. در جلسه شماره یک کمیته ملی سواد آموزی جلال مآب استاد دانش سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور رئیس کمیته ملی سواد آموزی و معینیت سواد آموزی هدایت داد تا گزارش های چند ساله خود را در یک کنفرانس مطبوعاتی با مردم افغانستان شریک کنند. و همچنان ما قبلا تفاهم نامه امضا کرده بودیم با وزارت محترم امور زنان و به خاطر تطبیقش و یا تجدید تعهدات ما یک میکانیزم عملیاتی ترتیب شده که هم در این محفل به امضا خواهد رسید. در نخست در آغاز این محفل از جناب دکتر سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی خواهش میکنیم تا پیرامون دستاوردهای معین سواد آموزی گزارششان را به مردم ارائه نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و احترام و وقت بخیر خدمت همه حضار محترم و با کسب اجازه از محضر جلال مآب محترم رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف، جلال مآب محترم بانو صافی سرپرست وزارت امور زنان، خانم سپوجمه وردک معین مسلکی وزارت امور زنان، خانم پایاب از دفتر بانوی اول کشور، جناب خالقی رئیس مؤسسه اکبر و ائتلاف ملی معارف افغانستان و رؤسا، جناب آقای محمود رئیس مرکز رسانه‌های حکومت و همه عزیزا و ژورنالیست هایی که در این محفل حضور به هم رساندن. از سال 1395 تا سال 1399 در دوره 4 ساله خلاصه‌ای از در واقع دستاوردها و کارکردهای معینت سواد آموزی را خدمت مردم عزیزمان با توجه به فیصله کمیته ملی سواد ارائه خواهیم کرد که تلاش میکنیم که به صورت موجز ایرا در حد 10 الی 15 دقیقه خدمت شما ارائه بکنیم. خب میدانیم که افغانستان پس از کشورهای هندوستان، بنگلادش و پاکستان میزبان بیشترین جمعیت بی‌سواد و کم سواد در سطح منطقه است، البته به لحاظ عددی. معینت سواد آموزی وزارت معارف در همکاری با مؤسسه‌های ملی و بین‌المللی، انجمن‌ها و افراد و گروه‌های رضاکار برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی را به هدف کاهش بی‌سوادی و فراهمسازی تعلیمات بزرگسالان طرح و تطبیق نموده است و تاکنون دستاوردهایی نیز داشته است. در سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان در سال 1395 نرخ سواد
34.8% اعلام شده بود و در نوامبر سال 2019 بر اساس گزارش انستیتوت احصایی یونسکو یا UIS نرخ عمومی سواد در افغانستان 43.2% اعلان شده است، یعنی یک رشد تقریباً 8% را در طول 4 سال گذشته نشان می‌دهد. مقایسه آمارهای متذکره همچنان نشان داده است که تفاوت میان نرخ سواد زنان و مردان طی سال‌های مذکور حدوداً 8% کاهش داشته است و فرصت‌های یادگیری برای زنان در کشور مطابق به هدف استراتژیک 60% پوشش زنان در برنامه سواد آموزی به صورت نسبی موفقانه تطبیق شده است. اما با آن هم تفاوت موجود نرخ سواد میان زنان و مردان بلند است، طوری که در حال حاضر نرخ سواد مردان 55.4% و نرخ سواد زنان 30% حدود 30% می باشد و لازم است تا سال 2030 میلادی همچنان روی عرضه خدمات سواد آموزی برای زنان بیشتر سرمایه گذاری گردد. در طول سال 1395 تا 1399 برای حدود 1,360,000 نفر سواد آموز در سراسر کشور با تطبیق پروژه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی خدمات سواد آموزی فراهم گردیده است که بیش از 60% مستفید شوندگان را زنان و بانوان جوان تشکیل می‌دهند. افزون بر آن برای 25,000 تن جوانان و بزرگسالان بازمانده از تعلیمات رسمی از طریق 82 باب مکتب سواد حیاتی فرصت تداوم تعلیمات فراهم گردیده و به تعداد 2,000 تن بانوان جوان از فرصت‌های سواد آموزی توأم با حرفه یا اسکیل بیس لیتریسی در سراسر کشور مستفید شدند. همه فارغان کورس‌ها و مراکز تعلیمات بزرگسالان قابلیت‌هایی را کسب نموده که برای مشارکت فعالشان در جامعه، تداوم تعلیمات و توانمندسازی و مدیریت زندگی روزانه آنها مفید بوده است. در طول 4 سال اخیر، معینت سواد آموزی طرح بسیج ملی را ترتیب و در سراسر کشور تطبیق کرده است که در قالب آن با حدود 50 اداره دولتی و غیر دولتی تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا گردیده و مکانیزم‌های عملیاتی نیز ترتیب و تطبیق شده است که بر اساس آن ادارات همکار به طور منظم از پیشرفت کارها به معینت سواد آموزی و رهبری کمیته ملی سواد آموزی گزارش ارائه می‌کنند. در نتیجه در طول 3 سال اخیر به تعداد 80,000 تن کارکنان پایین رتبه ادارات دولتی از فرصت‌های سواد آموزی مستفید شدند. علاوه بر این تحت رهبری کمیته ملی سواد در مرکز، کمیته‌های سواد ولایتی و ولسوالی در سراسر کشور تشکیل گردیده که در پروسه بسیج ملی و نظارت مشترک و افزایش شفافیت برنامه سواد آموزی نقش اساسی بازی می‌کنند. همچنان طرح‌ها و ابتکارات متعددی برای اعمال اصلاحات و ایجاد ظرفیت‌های نهادی در اداره سواد آموزی ترتیب و تطبیق گردیده است. یکی از اصلاحات عمده، اصلاحات در پالیسی، روش‌های عرضه خدمات و ساختار تشکیلاتی اداره در سطوح مختلف است که در نتیجه بحث و بررسی همه‌جانبه با متخصصان داخلی و بیرون سکتوری، اصلاحات مشخص شناسایی و با هدایت مقام وزارت به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال گردیده است. در طرح اصلاح مذکور یک مدل سه‌سویی یا مولتی لول عرضه خدمات پیشنهاد گردیده است. منظور یک مدل سه مرحله‌ای یا سه‌سویی است که مستفید شوندگان خدمات از نظر سن و سال و پیشینه شغلی آنها دسته‌بندی گردیده و همچنان استراتژی‌های مشخص برای توسعه خدمات به سطح خانواده‌ها، قریه‌ها و مناطق دوردست تعریف شده است. با تطبیق این اصلاحات سواد آموزی به یک برنامه تقاضا محور و نتیجه محور تبدیل شده و فرصت تداوم تعلیمات برای بانوان و زنان در نقاط دوردست و سایر اقشار کشور فراهم خواهد گردید. علاوه بر این سیستم‌ها و طرح‌های متعدد دیگری برای افزایش مؤثریت و شفافیت در مدیریت برنامه تنظیم شده است که به طور مشخص می‌توان از سیستم نظارت برنامه، استراتژی بسیج ملی، لایحه سواد آموزی و تعلیمات بزرگسالان، راهنمای مشاهده و تدریس، راهنمودهای انکشاف مسلکی معلمان، مقرره سواد آموزی در محابس، راهنمود افزایش مؤثریت برگزاری جلسات و راهنمود سهم‌سازی مردم محل در ایجاد و تطبیق برنامه سواد آموزی نام برد. قابل ذکر است که معینت سواد آموزی در راستای اصلاح و انکشاف نصاب تعلیمی نیز کارهای اساسی را انجام داده است. نصاب جامع و قابلیت محور برای سویه اول سواد آموزی و تعلیمات بزرگسالان به کمک سازمان یونسکو و انستیتوت آموزش مادام العمر یونسکو یا UIL ترتیب گردیده و اکنون در تمام کشور در حال تطبیق است. البته تاکید جلال مآب وزیر صاحبی بود که با تمام مؤسسات غیر دولتی هم
از نصاب واحدی که وزارت معارف تهیه کرده امور تطبیق کنند، چون در بسیار از مواقع دیده میشه که نصاب‌های پراکنده‌ای که با اهداف استراتژیک ما و دولت جمهوری اسلامی افغانستان سازگاری نداره از طرف مؤسسات غیر دولتی تطبیق میشه که مشکلات رو به وجود آورده. البته باز از زمانی که ما این نصاب واحد رو در واقع تنظیم کردیم و در حال تطبیق است مشکلات کمتر شده و مؤسسات موظف به تطبیق این نصاب واحد برای شاگردان و مستفیدین برنامه سوادآموزی در سراسر کشور هستند. چارچوب نصاب جامعه سوادآموزی و تعلیمات بزرگسالان انکشاف یافته است و کارهای تکنیکی و عملیاتی روی انکشاف نصاب سویه دوم تعلیمات بزرگسالان جریان دارد. یعنی سویه اول تکمیل شده، در حال تطبیق است. سویه دوم در حال تکمیل شدن است و سویه سوم که پیشتر اشاره کردم که یک مدل سه سویه‌ای داریم تا سال 2022 تکمیل خواهد شد که ما بتانیم تمامی مستفیدان برنامه سوادآموزی را از صنف اول تا صنف نهم، یعنی تعلیمات متوسطه را در واقع برایشان اجرا بکنیم، چرا که مطابق قانون اساسی یک اجبار برای تمام اتباع افغانستان است که تعلیمات تا صنف نوی مکتب برایشان در واقع به صورت اجباری در قانون آمده است و این کمک میکنه که جامعه ما بتانه در واقع مسیر صلح انکشاف طی بکنه و بعد از صنف نو هم اینا میتونن وارد تعلیمات عمومی، تعلیمات تکنیکی مسلکی، تعلیمات اسلامی یا دارالعلوم ها شوند و علاوه بر ازی که این 9 سال اونا میتونن با برنامه سوادآموزی فشرده و تشریعی که ما داریم در عرض 3 سال در واقع به پایان برسانن. همچنین در کنار از او ما یک ابتکار نوی رو که داشتیم بر اساس هدایت جلال مآب رئیس جمهور در دیدار که خدمتشان داشتیم، ما مبتنی بر طرح سوادآموزی 40 روزه دوره امان الله خان کتاب سوادآموزی 40 روزه را آماده کردیم به زبان پشتو و دری که در یک محفل دیگه با حضور همکارای سوادآموزی و وزارت معارف رونمایی خواهند شد که این کتاب مخصوص نیروهای امنیتی، کارگران صنایع و تشبثات ترتیب گردیده که با نهایی شدن مرحله آزمایشی از او در سال آینده امیدواریم که در سراسر کشور برای گروه‌های خاصی که به لحاظ سنی و صنفی گفتیم تطبیق شود. با این حال ما یک سری پیشنهادات هم داریم خدمت در واقع حکومت یا جلال مآب رئیس جمهور که هدف ما این است که تا سال 2030 نرخ سواد به 60% افزایش بدیم و تفاوت جنسیتی را در نرخ سواد مردان و زنان به کمتر از 15% کاهش بدیم. باید افزون بر این باید وزارت معارف بر اساس تعهدات توسعه پایدار در بخش معارف SDG4 مکلف است که فرصت سوادآموزی و تعلیمات دوامدار را برای اکثریت بزرگسالان و همه جوانان فراهم سازد. بدین معنا که جوانان و بزرگسالان می باید از مهارت‌های سواد و تعلیمات اساسی معادل دوره ابتدایی تعلیمات عمومی بهره مند شود. طبیعی است که با وضعیت و محدودیت‌هایی که در بالای راه شد دستیابی به چنین هدفی دشوار خواهد بود. برای بهبود وضعیت معینت سوادآموزی نکات ذیل را پیشنهاد می‌کند. یک، طرح و منظوری یک برنامه ملی دارای اولویت در قالب کنفرانس ژنو. همان‌گونه که قبلاً ذکر شد آمار افراد بزرگسال بی‌سواد و کم‌سواد در کشور بسیار بلند است، چیزی حدود 11.5 تا 12 میلیون نفر. این در حالی است که میزان حمایت‌های مالی دولت برای کاهش بی‌سوادی هرچند وجود دارد اما بسنده نیست و حمایت‌های مالی تمویل کنندگان هم در سال‌های اخیر خود طبیعتاً کاهش یافته و در نتیجه معینت سوادآموزی نمیتواند با امکانات موجود به هدف استراتژیکی که تعریف شده در اسناد ملی دست یابد مگر اینکه در برنامه‌های پیشرو به شمول کنفرانس ژنو ما تعهدات جدید رو داشته باشیم. به همین خاطر برای تحقق اهداف استراتژیک در بخش دسترسی به حمایت همه جانبه در بخش دسترسی به حمایت همه جانبه رهبری دولت نیاز داریم تا در قالب سند ژنو برای سوادآموزی و تعلیمات بزرگسالان یک برنامه ملی دارای اولویت با تشریک منابع نهادهای تمویل کننده موجود و بالقوه ایجاد گردد تا با تطبیق آن در طی 5 سال آینده برای حداقل 1 میلیون نفر تغییرات چشمگیری در نرخ سواد و بهبود فرصت‌های آموزشی برای جوانان و بزرگسالان بازمانده از تعلیم به وجود آید. دو، تغییر در روش استخدام پرسنل سوادآموزی. موردی که ما در 2 سال گذشته پیشنهاد داشتیم و امیدواریم که در سال پیشروی عملی شود. یکی از راه‌های افزایش تحرک و انعطاف‌پذیری در برنامه سوادآموزی در سطح ولایت و ولسوالی‌ها استخدام معلمان و پرسنل قراردادی به جای معلمان رسمی موجود میباشد. پیشنهاد می‌گردد که به تدریج همه معلمان رسمی موجود از طریق یک مکانیزم مشترک بین وزارت معارف، مالیه و کمیسیون سایه‌داری به سیستم رسمی منتقل و از بودجه آن معلمان قراردادی استخدام گردد. افزون برای دستیابی به هدف فوق نیاز است که سالانه تا سطح 10,000 معلم قراردادی در پروژه‌های مختلف استخدام گردد و این نیازمند بودجه بیشتر رهبری دولت و حمایت‌های مالی تامین کنندگان سکتور معارف است. هرچند
برآورد ما هستش که با تبدیل معلمان رسمی به قرار دادیم، ما میتونیم همین بودجه را از داخل بودجه که فعلا داریم تامین بکنیم و نیاز به افزایش بودجه خیلی نخواهد بود. اما اگر میخواهیم که رشد بیشتر در سواد آموزی بلاز نرخ داشته باشیم، طبیعتا ما میتونیم که یا باید معلمان بیشتر را در قرا و قصبات که دسترسی کمتری به تعلیمات سواد آموزی دارن استخدام بکنیم. سوم، منظوری و تطبیق اصلاحات است که اصلاحات پیشنهادی برنامه سواد آموزی در بخش پالیسی، ساختار و شیوه های ارزی خدمات از طرف مقام عالی ریاست جمهوری منظور گردد تا برنامه سواد آموزی به تدریج به یک برنامه نتیجه محور تبدیل شده و بتواند برنامه سواد آموزی تعلیمات بزرگسالان را به سطح قریه ها و محلات روستایی، خصوصا برای کسایی که دسترسی به مکاتب ندارند، دختران بزرگسال که مورد تاکید جلالت ما برای شمول بوده، فراهم بکنند. ما این مدل سه‌سویه ما هم کم هزینه است، هم در واقع میتونه تا سطح قریه و خانواده پیش بره از طریق آموزش فامیلی و فرد به فرد و در واقع صنف‌های سیار و میتونه که کمک بکنه که معارف برای همه اطباء افغانستان فارغ از اینکه در کدام سن و کدام جنس هستن در خدمتشان باشه تا ما بتونیم که به هدف استراتژیک انکشافی پایدار هدف چهارم در بخش معارف انشالله دسترسی داشته باشیم. مفصل گزارش ها هست در سایت ما، همکاران رسانه‌ای میتونن دسترسی داشته باشن. ما یک گزارش خلاصه رو خدمتشان ارائه کردیم و جا داره در پایان از جلالت مآب رئیس جمهور که به صورت ویژه در سال گذشته برای برنامه سواد آموزی برای چاپ کتاب های برنامه سواد آموزی مبلغی را به صورت تشویقی هدایت دادن تشکر بکنیم و حمایت همیشگیشان از برنامه سواد آموزی، از جلالت مآب استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور که رئیس کمیته ملی سواد هستند، از جلالت مآب بانوی اول که سفیر سواد آموزی هستند و همیشه حمایت دلسوزانه و مشفقانشان از برنامه سواد آموزی داشتیم، از جلالت مآب وزیر معارف که حامی و همکار ما بودند و آمدن ایشان به وزارت معارف یک تحرک و علاقمندی بیشتر برای ما ایجاد کرده که با تلاش و تحرک بیشتر برنامه خود پیش ببریم، و از همه همکاران معارف که از مؤسسات غیر دولتی که در اینجا حضور دارن و به خصوص از وزارت امور زنان که هم در گذشته همکار ما بودن و با آمدن خانم صافی به عنوان وزیر امور زنان علاقمندی ما بیشتر شده، چون در گذشته میشان در جلسات کمیته ملی سواد از حامیان و همراهان برنامه سواد آموزی بودن. امیدواریم که در سال پیش رو و سالهای پیش رو با هماهنگی بیشتر با ادارات دولتی، با در واقع هماهنگی میان سکتوری، با نهادهای مختلف ملی و بین‌المللی بتانیم که هم اهداف استراتژیک دولت و هم اهدافی رو که به او تعهد داریم بر اساس اهداف انکشافی پایدار STG بتانیم به اونها دست بیابیم و افغانستان بتانه حداقل از جمله کشورهای، یعنی از مجموعه 5 کشور به سواد خارج شود و بتانیم در سطح منطقه به او جایگاه علمی و فرهنگی و معارفی که تاریخ ما رو نشان میده دست پیدا بکنیم. آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما داریم. بسیار تشکر از توجهتون. با تشکر از ارائه بسیار عالی جناب دکتر سردار محمد رحیمی معاون سواد آموزی پیرامون برنامه‌های سواد آموزی، یک نکته را برای معلومات بیشتر همکاری رسانه‌ای ما یادآور میشم که ما این دو برنامه را به خاطر به این روز تنظیم کردیم، چون هر سال روز بین المللی سواد در هفته سنبله برگزار میشه و این هم مناسبتی هم به او روز داره، چون امسال نتونستیم ما به خاطر موضوع کرونا برنامه را وسیع‌تر برگزار کنیم. در سال‌های قبل ما این برنامه را با حضور مقامات عالی رتبه برگزار می‌کردیم، جناب استاد دانش، خانم اول رئیس جمهور و سایر مقامات عالی رتبه. ما متاسفانه نتونستیم و این برنامه بیشتر ارتباطی هم با روز بین‌المللی سواد نیز داره که ما عملاً این برنامه در سطح ولایت هم نیز ادامه داره از طریق نشر پیام جناب بانوی نخست، جناب وزیر صاحب، از طریق تلویزیون ملی و همچنان بیلبورد هایی که ما در سطح ولایت نشر کردیم برنامه آگاهی عامه، این ادامه داره. میشه بگویم که هفته سواد تقریبا ادامه داره در این هفته. و اکنون از جلال باب محترم خانم رنگین حمیدی سرپرست وزارت معارف خواهش میکنیم پیرامون امضای میکانیزم عملیاتی و خود این برنامه راهنمایی خیش را ارائه نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. مایک است؟ روشن است. حال شد. السلام علیکم. تشکر در طول دوستان است، بالخصوص وزیر صاحب حسین صافی جنت نام و همکار
اما هم جنس خور مو یو ډیره مهربانه وزیر مو ده موین صاحب سپوږمۍ وردګ او موین صاحب ډاکټر صاحب رحیمی چې زموږ یو تکړه او با تعهده همکار زنن خوشاله يم چې تاسو سره د سواد موزی په عقل یو څه کلمې خبرې وکړم رسمي خبرې ډاکټر صاحب وکړي زمين هیڅ د یو مور د یو شذي په صفت غواړم یو دوه کلمې اضافه کړم د ډاکټر صاحب خبرو په اضافه چې اولین معلم د یو ماشوم چې دنیا ته راځي هغه مور ده او کومش مندي با سواد کو دا په دې معنی چې موږ یو ښه معلم هغه ماشوم ته او یعنی ورسپارلې ده او خوشبختانه دا به وایي چې نن ساينس دا ثابت کړی ده چې د ماشوم د مغز جوړښت د ورځې چې ماشوم دنیا ته راځي او د 15 کلن پر یعنی اول 15 کاله مهمترین وخت د یو ماشوم د مغز د جوړولو وخت دی که په دغه وخت کې یو مور چې معلم ده چون چې 15 کاله د مخه ماشوم مکتب ته نه ځي په اکثره جامعه کې تقریبا ټول نړۍ کې که دغه مور ورته آماده وي طبیعي خبره ده چې هغه معلمه چې په کور کې طبیعي ورسره ده د ماشوم په اول 15 کاله د رشد کې ډیر کومک وسی دغه بدبختي چې موږ تاسو نن په جامعه کې لرو د خشونت د یعنی بسوادي خو یو تخنیکی مسائل دي اما چون چې توجه ماشوم ته په اساس وخت کې د ژوند نه ده سوی هغه چې غټ سي بینو قیمت مشتس ټوله ورکو چې متاسفانه د تلویش کله د افغانستان جنگ مشت ثابت کړی ده چې د بسوادي نتیجه په څه رقم ضرر جامعې ته لري نو په دا لحاظ زموږ مشترکه وظیفه ده چې علم یوازې هغه ماشومانو ته نه چې د مکتب دوره کې د اول سمس بیا د دولسم سمس پورې درس وایي که مسلمانان یو الحمدلله او په اسلام کې واضح حدیث شریف دی چې علم فرض دی پر نر او ښځې د ځانګو څخه تر ګور پورې او ګور پورې که موږ تاسې خدای تعالی ژوند راکړي نو داسې خلک سه چې سل کلنه هم یې هم ژوند لري نو که دا غیر اسلامي امر وای خو نبی مبارک موږ ته دا پیام نه وای پرېښی نو راسی په ګډه په دې زه ویاړم چې وزارت امور زنا چې نور ښه کارونه هم کوي خو په دې تفاهم نامه کې زه ورسره منندوی یم چې زموږ سره په مشترک ډول هغه خوندې او مندې چې ضرورت لري سواد موزی ته چون چې د هغوی څه دغه انساني حق اخیستل سوی و د دوی د ماشومتوب کې دوی نه سوی کولی چې دوی مکتب تکمیل کړي یا مکتب ته ولاړ سي خو اوس چې غټانې سوي دي اتلس کالو یا شلو کالو وروسته دوی کولی سي بیرته خپل درسو ته ادامه ورکړي البته په همکاري د موین صاحب چې اوس یې ډېر واضح نصاب ښه کتابونه او معلمان ورته تربیه کوو روزو یې جامعې ته نو امیدوار یم چې انشاءالله که خدای تعالی ژوند راکړي و لس کاله بعد به په افغانستان کې ډېر مثبت تغییر ووینو مننه اوس به صافي صاحب ته وړاندې کړو با تشکر از صحبت های جناب مواب وزیر صاحب معرف اکنون از جناب مواب محترم خانم حسنی صافی وزیر صاحب امور زنان خواهش میکنیم که پیرامون میکانیزم عملیاتی صحبت های خیش را ارائه نمایند بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا ټولو درنو حاضرینو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د وزیر صاحب حمیدی موین صاحب رحیمی وردک صاحب موین صاحب وردک په اجازه لومړی غواړم چې د معرف وزارت مشرتابه او ټولو همکارانو ته د دې ډیر وړ او وړیا برنامه مبارکي وایم او دیو ته د لا بریا هیله وکم تاسو ټولو ته د ډیر ډیر مبارک شي خصوصا د سواد آموزی موینیت موین صاحب رحیمی په معرف وزارت کې او په ښځو وزارت کې موین صاحب وردک چې زموږ په نمایندګۍ دیو تقریبا تیر شوي کال کې یا کلونو کې په دې برنامه باندې کار وکړو او دیو ته مبارکي وایم چې نن دیو یو ملموس شاخص د
موافقیت یا د کامیابی لري چې دا میکانیزم چې نن له خیره مونږ امضا کوو او د کار پیل کوو، دا د دیو د کار نتیجه ده. دیو ته ډیر ډیر مبارکي او د لا بریا هیله کوم. څرنګه چې مخکې موین صاحب رحیمی هم ویلې، د میکانیزم کې امروز به خیر ما امضا میکنیم، د اینجا ما دو هدف داریم. هدف اولش همکاری با همکارای بی سواده که در وزارت زنا است، اونا را شناسایی شان و بر از اونا برنامه ریزی که به اساس نصابه که وزارت محترم و معارف اینا ایره توحید کردن، به اساس ازی همراه از اونا و همکاری. هدف دومش هدف بزرگتر و وسیع‌تر است که از آدرس وزارت محترم زنان و از آدرسی که یک آدرس استیم بر زنان، تسهیل و هماهنگی در کابل و 34 ولایت افغانستان که همراه همه شوراها و اتحادیه‌ها و مؤسسه‌ها و نهادهایی که ضرورت است، نهادهای دیگه دولتی، خواهرایی که بی‌سواد هستند، با هماهنگی وزارت معارف از آدرس زنا همراه اینا هماهنگی بر از اونا برنامه ریزی و به خاطر عملی ساختن از او برنامه، میکانیزم ها و طریق هایی که خودشان بتانند که به اساس از او نتیجه مثبت به دست بیارن. همه ما این را میفهمیم که سواد، قلم، تعلیم اساس خودشناسی است و قسمی که وزیر صاحب معارف هم گفتند و ما هم به حیث یک خانمی که دمی جمع مبارزه کرده، وقتی که یک انسان، یک خانم خودش شناخت، او میتونه که یک عضو فعال و مؤثر جامعه باشه. به اساس از او نه تنها بر خواهرایی که فعلا برشان امکان از یه است که در این پروسه سهیم شوند، ولی شاید بعضی خواهرها باشند که ما اصلا خبر نباشیم، توسط پروسه یا طریقای مختلف تسهیل کردن بر از اونا و رسیدگی بر از اونا، تا ما بتانیم به انرژی و به خواهشی که خودشان دارن که اینا یک فعال یا یک عضو فعال و مؤثر خانواده و جامعه شوند، ما به حیث وزارت امور زنان که این مسئولیت و مکلفیت ما است در خدمت باشیم. در اخیر باز هم به وزارت معارف مبارکی و موفقیت می خواهم. حمایت وزارت امور زنان را اعلان می کنم و همچنان از همکارای بسیار مهربان و بسیار همکار مرکز رسانه ها به خصوص رئیس صاحب بسیار تشکر می کنم که همیشه همراه ما در تسهیل برنامه اینا هماهنگ بودن. بسیار زیاد تشکر، به امید موفقیت همه. با تشکر از صحبت های خانم جلال ماب حسنی صافی وزیر صاحب امور زنان و اعلان حمایت‌هایشان در راستای کاهش بی‌سوادی، اکنون از هر دو وزیر صاحبان محترم خواهش می‌کنیم تا میکانیزم عملیاتی که در سر میزشان قرار خواهد گرفت به امضا رسانند. تشکر از همه همکارای عزیز، وزیران محترم و اهل رسانه. برنامه به همینجا به اختتام میرسه. بازم یک بار دیگه تشکری میکنم از همه همکاران عزیز.